سلام به همه دوستان عزیز خب در این درس میخوایم با همدیگه یه واژه رو یاد بگیریم که یک ادورب هست ادورب یعنی قید که در سطح به هست و اون هم میتلاوایله هستش میتلاوایله یعنی در این بین در این فاصله در این میان البته از لحاظ زمانی منظور هستش ما که میگیم در این بین یعنی در یک فاصله زمانی در اینکه بین دوتا چیز چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم میخوام بگم که شما تصور کنید که من حالا در یک محیط جدیدی هستم یه خونه جدید دارم و میخوام بگم که من در این فاصله زمانی در این محیط جدید که دارم توی زندگی میکنم عادت کردم بهش عادت کردم اینجا واسه از میتلاوایل استفاده کنید میگم که اشحب میش میتلاوایل ان ماین نوی اومگبونگ بونگ Ich یعنی در این بین در این فاصله زمانی که حالا از زمانی که حالا رفتم توی محیط جدید تا همین الان دیگه در این بین عادت کردم زیش گوونن ان یعنی عادت کردم به چیزی ایش میش ان خب دیگه چی میتونیم بگیم؟ میخوام بگم که ویرن دی اندرن نخ آبایتن bin mittlerweile fertig geworden. یعنی در ویغن رو یاد گرفته بودیم درسته در رسه درست قبل یعنی در ویغن موقع استفاده میشه که دو تا اتفاق به صورت پارالل و همزمان میفته خب میگم ویغن دی اندق نخ arbeiten یعنی در جریانی که در حینی که دیگران هنوز دارن کار میکنن من در این بین کارم تموم شد bin ich mittlerweile fertig geworden während die anderen noch arbeiten bin ich mittlerweile fertig geworden خوب حالا شما تصور کنید که من داشتم حالا اسکی یاد می گرفتم و میتونم بگم که من در این بین در این فاصله زمانی یاد گرفتم که آدم چه جوری اسکی میکنه ich habe es mittlerweile gelernt wie man Ski fährt اسکی به آلمانی میگن شی درست اسکی نوشته میشه ولی شی خونده میشه ایش هاب اسمیت mittlerweile گلند وی من شی در این بین من اینو یاد گرفتم که آدم چطوری اسکی اسکی میکنه یا اسکی میرونه لجی ایش هاب اسمیت mittlerweile گلند وی شی فرد دیدیم پس میت یعنی در این بین در این فاصله در این زمان که بین دو تا بازه زمانی هستش جمله آخرم براتون پسیو نوشتم میگم که mittlerweile wird Solarenergie in زه sehr oft verwendet mittlerweile wird انرژی این Deutschland زه oft verwendet یعنی در این بین انرژی خورشیدی در آلمان خیلی استفاده میشه درست من حالا در این بین با فاصله زمانی هستش منظور سولار انرژی یعنی انرژی خورشیدی اوفن یعنی خیلی اغلب اوقات فوندت هم که تای جمله اومده ورد فوندت حالت پسیو به ما میده خب در اینجا جمله پسیو معنیش چیه معنیش اینه که کننده کار مهم نیست اینکه چه کسی داره این زولار انرژی رو در آلمان استفاده میکنه مهم نیست بلکه مهم اینه که داره زولار انرژی استفاده میشه برای همین پسیو استفاده میشه دوستان ما تو دو تا چند تا درس جداگانه پسیو رو کامل بهش پرداختیم که خیلی بحث مهمی هم است در سطح بی فای و حتما پسیو رو خیلی خیلی خوب بیاد بگیرین دوستان بله این هم از یک ادورب دیگه و یه واجهه دیگه که با هم یاد گرفتیم میتلا وایله امیدوارم که در زندگی روزمره هم بتونه به کارتون بیاد تا درس های آینده بدرود دوستان عزیز